سیلاب، طغیان رودخانه و سرریز شدن چندین سد 15 استان را به حال آماده باش درآورده. با پر آب شدن رودخانه ها رکورد ورود آب به مخزن سد دز شکسته شد و برای جلوگیری از سرریز سد دریچه های اون باز شد. در سیلاب های 24 ساعت گذشته 8000 متر مکعب در ثانیه آب وارد مخزن سد دز شده که تو عمر 50 ساله این سد بی سابقه است. سازمان هواشناسی برای امشب در منطقه جنوب غرب کشور بارندگی شدید پیش بینی کرده که وقوع سیلاب در ورودی های سد دز دور از انتظار نیست. همه ستادهای مدیریت بحران خوزستان آماده باش کامل هستند. از مردم خوزستان خواسته شده از حریم رودخانه های کارون، کرخه و دز فاصله بگیرند. حوادث طبیعی 24 ساعت گذشته شورای عالی مدیریت بحران را هم مجبور کرد جلسه تشکیل بده. با توجه به اینکه احتمال آب گرفتگی در برخی از معابر، تأسیسات و روستاهای مسیر شاید باشه، تدابیری که اینجا اندیشیده شد ضمن اینکه ستاد بحران مدیریت استان و شهرستان‌ها فعال هستند، همه خدمات و امکانات لازم و تجهیزات ارسال شده به اونجا، مقرر شد ما وزیر محترم نیرو هم در محل حاضر باشه، از هلال احمر و ستاد بحران مرکزی هم در اونجا باشن و کنترل کنن. احتمال اینکه حجم خروجی آب با 3000 متر مکعب در 6 و 7 بعد از ظهر فردا برسه به اهواز. بنابراین ما از همه مردم عزیز به خصوص شهروندان اهوازی، روستاهای مسیر و بعد از اهواز حتما ازشون خواهش میکنیم که فردا رو مطلقاً در مسیر آب نباشن. اگر حتی هوا آفتابی شده به معنی نیست که سیل یا آب نمیرسه. عرض کردم آب فردا شاید از 6 هفته بعد از ظهر به بعد برسه به اون مسیر. انشالله رعایت بکنن. ایلامی ها هم از دیشب درگیر سیلاب هستند. طغیان رودخانه و سیلاب در این استان حتی دو کشته داشته. بارش های شدید بهاری علاوه بر طراوت و شادابی استان ایلام خساراتی هم به مزارع کشاورزی و تأسیسات زیربنایی از جمله محورهای ارتباطی وارد کرده است. بارش شدید باران که از عصر دیروز در مناطق مختلف استان شروع شد موجب آب گرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب ها و در پی آن تخریب جاده ها و راه های عشایری و روستایی شد. آمدم طرف مهران، جاده آب گرفته بود، بارندگی بود، یه دفعه آمدم رو پل فرو رفت. آمدین دلران آب برده بودش، بعد ماشین اسکانیا که با کله رفت پایین، منم از عقب رفتم پایین که آب بردم اونو، مردم به کمک مردم نجاتمون دادن. سیل در استان ایلام به تأسیسات مسکونی و کشاورزی خسارت زیادی وارد کرد. یک نفر هم در مهران بر اثر سیل ناپدید شده است. در پی جاری شدن سیل و طغیان رودخانه سیمره، سه زنبوردار اهل روستای زیرخاکی بخش هلیلان شهرستان چردوول عصر دیروز گرفتار شدند که امروز از طریق یک فروند بالگرد اعزامی از کرمانشاه نجات یافتند. بارندگی های شدید رودخانه های لرستان رو هم خروشان کرد. طغیان رودخانه کشکان لرستان باعث خروج قطار مسافربری محلی از ریل شد. طبق اعلام مدیر کل راه آهن استان لرستان، خطوط ریلی در لرستان و منطقه زاگرس در 5 نقطه دچار آسیب دیدگی شده و تا 48 ساعت دیگر خطوط ریلی شمال به جنوب کشور مسدوده. آب آشامیدنی شهرستان پلدختر هم قطع شده و با تانکر آب رسانی می شود. سیل راه ارتباطی 110 روستای شهرستان علیگودرز را قطع کرده. سیل به منازل شهرستان خرم‌آباد هم خسارت زد. بچه‌ها بودن ما خواب نداریم. او پر من خونه به امین حال من اتاق. نه ما خودو داریم داشتیم اینیتون شما اتاق هم چیا ما هم چیا گفت و امین حیات همان جمع کردم من یا ما. یه زندگی امانت. ما رو مان کمک مردم بکن. متاسفانه قری پم بردن که اصلا نتونستن کار بکن. حتی
روشنش هم نکردن. یا 6 ماه قرار این پل موقت ور دارن، هنی هیچ اقدامی نکردن. فکر قبلم چنین مشکلی داشتیم، پل دادن این پل خراب بشه. پل خراب نکردن. دیشب ساعت 3 نصف شب تمام زن و بچه من، تمام این محل همه محاصره آب بودن. ساعت 6 صبح تازه اومدن در میزنن آقا تخلیه کنی تخلیه کنی. 3 نصف شب کجا، 6 صبح کجا؟ اون پل جدیدم که زن آقا پل دیدی زیر آب باشه، پل میزنن روی آب، نه زیر آب. خودش شده به صدی، تمام این محله گرفته آب. اما مصوبات ویژه شورای عالی بحران برای 3 استان خوزستان، ایلام و لرستان برای هر یک از استانها به اقتضای مشکلاتی که وجود داره مصوباتی داشتیم. الان در این مرحله همه متمرکزیم که بتوانیم این سیل رو مهارش بکنیم، حداقل خسارات وارد بشه. بعد از اون همه ما بسیج خواهیم شد و کمک رسانی لازم رو از نظر اعتباری و جبران خسارات انجام میدیم. شدت بارش ها در استان کرمانشاه هم حسابی بروز و ظهور داشت. سد آزادی کرمانشاه دوباره سرریز کرد با شدتی کم نظیر. سد زاگرس در گیلان غرب هم وضعیت مشابهی دارد. بارش های امسال خبرهای خوشحال کننده زیادی را هم به همراه آورد. چندین رودخانه، چشمه و آبشار که سالها از خشک شدنشان می‌گذشت، دوباره زنده و خروشان شدند. بارندگی ها در استان های شمال غرب نیز با آب گرفتگی معابر و اختلال خودروها همراه شد. این بارش ها در برخی مناطق به صورت تگرگ و برف بوده. بارش برف در 26 روز بهار شاخه های بسیاری از درختان را در شهرستان ملایر شکست. سطح تراز دریاچه ارومیه هم نسبت به ابتدای سال آبی 87 سانتی‌متر افزایش یافته. دسترسی به جزایر دریاچه ارومیه از سال 91 تا کنون با خودرو صورت می‌گرفت که در حال حاضر با افزایش آب دریاچه دسترسی به این جزایر با قایق موتوری انجام میشه. مدیریت بحران استان مازندران درباره آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها از عصر فردا هشدار داد. بگیر رو به چشمه‌ها، رودخونه‌ها، دریاچه‌ها و سدها برگردون. سد کرخه بعد از پشت سر گذاشتن آتش 4 ساله حالا در حال سرریز شدنه. سدهای آزادی و زاگرس کرمانشاه هم کارشون به سرریز شدن کشید. سد دز خوزستان اما در عین صحت و استواری کامل یه رکورد تاریخی زد. این سیلاب با حد اکثر 8000 متر مکعب در ثانیه وارد مخزن سد دز شد. این میزان حجم بسیار بالایی از آب هست. حد اکثر آب ثبت شده که ورود پیدا کرده بود حدود 7000 متر مکعب بوده که وارد سد دز شد. پس در این صورت سیلابی است که بسیار عظیم و تاریخی. بارش شدید باران در این چند روزه در استانهای غربی و جنوب غربی سیل هم به راه انداخته و به کشاورزا و برخی زیرساختهای شهری خسارت زده. سیلی که علاوه بر مسدود کردن خیلی از راه‌های روستایی و مختل کردن رفت و آمد در جاده‌های اصلی به خط آهن تهران جنوب هم صدمه زد و حرکت امروز قطارهای محور جنوب رو لغو کرد. این سیل شدتش در استانهای خوزستان، لرستان و ایلام بیشتر بود و در لرستان یه پسر 5 ساله مفقود شد. در ایلام هم یه راننده تریلر جان باخت و یه زن 21 ساله ناپدید شد. بارش شدید باران باعث ریزش کوه و مسدود شدن جاده ارتباطی شهرستان‌های آبداران و درشهر شده بود که تلاش نیروها باعث رفع انسداد شد. در صالح‌آباد شهرستان مهران هم بارش تگرد چهره این شهر گرمسیری را سفیدپوش و به زمین‌های کشاورزی منطقه خسارت وارد کرد. برخی از راه‌های ارتباطی شهرستان ملکشاهی از جمله پل ورکبود بر اثر سیل تخریب شدند. سیل خوزستان هم وزیر نیرو رو برای مدیریت بهتر شرایط به دزفول کشون. هواشناسی درباره احتمال آسیب زدن سیلاب‌های خروجی سد دز که به سمت اهواز در حال حرکت به مردم شهرها و روستاهای در مسیر سیلاب هشدار داده. بارانی که از 2 روز پیش غرب و جنوب غرب کشور را در نوردیده است، از دیروز هر پل موقتی که در استان لرستان سر راهش بود را با خود به سد دز آورده.
سرریز شدن 40 برابر بیش از ظرفیت این سد امروز طغیان رودخانه ها را به همراه خواهد داشت. بهمنشیر و اروند طغیانشان احتمال دارد و در بخشی از ساحل بهمنشیر با خاک میخواهند آب احتمالی را مهار کنند. پلیس حرکت رانندگان در مسیرهای ساحلی و حاشیه تالاب‌ها را تا اطلاع ثانوی قدغن کرده. به روستاییان و ساحل نشینان هشدار داده شده از تردد در حاشیه رودخانه ها پرهیز کنند. یگانهای امداد رسان